سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز از مجموعه ایران سرویس شاپ، در خدمت شما هستم با یه ویدیو آموزشی دیگه. طبق روال قبل امروز میخوام یکی از مدل های اتوماتیک دلونگی، اسپرسوی دلونگی مدل 44660 رو با هم بررسی بکنیم. مثل باز ویدیوهایی که قبلا داشتیم، اول قطعاتش رو براتون معرفی میکنیم، با قطعاتش آشنا میشیم، بعد مکانیزم عمل کردیش، نگهداری و مواردی که لازم هست شما بدونید رو خدمتتون توضیح میدیم. تو اینجور ویدیوها که اگه تو کانال یا پیجمون رو دنبال کرده باشیم ببینین، سعی میکنیم از مدل‌های مختلف دستگاه یه ویدیو باز ازش بگیریم، قطعاتش رو معرفی بکنیم، هم کنجکاوی برخی مشتری‌ها ارضا بشه. حالا خیلی مشتری‌ها دوست دارن بدونن داخل دستگاه چه خبره. تو این ویدیو میتونید داخل دستگاه رو ببینید و مهمتر از همه که میتونید این ویدیو رو با ویدیوهای دیگه‌مون مقایسه بکنید، مدل‌های مختلف رو از نظر پیچیدگی، معماری، استراکچر و کیفیتش میتونید با هم دیگه مقایسه بکنید. طبیعتاً یه دستگاهی که خوب مهندسی شده باشه، محل بویلر، سیمکشی، لوله کشی مشخص میشه. اون دستگاهی هم که مهندسی نشده باشه و بی سلیقه باشه، خب طبیعتاً کاملا مشخص میشه. برای شروع باز از سمت پشت دستگاه از مخزن شروع میکنیم. این دقیقاً خروجی مخزن ما هستش. من اگه این شیلنگو در بیارم، آب خارج میشه، اون سمت مخزن قرار داره. آب از طریق این شیلنگ وارد فلومتر میشه. فلومتر هم قبلا توضیح دادم خدمتتون، کارش اینه که مقدار آبی که داره وارد دستگاه میشه توسط پمپ داره سایکشن میشه رو محاسبه میکنه و به بورد گزارش میده و با دقت بالایی دبی یا حجم آب مصرف شده رو محاسبه میکنه. بعد از فلومتر باز همونطور که میبینیم با یه شیلنگ دیگه میاد روی پمپش. پمپ بیشتر مدل های دلونگی اولکا هستش، اولکا اصل هم هست. توی این مدل اگر دقت بکنیم مدل ای هست، ای هم 15 بار قدرتش 48 وات، یه مقدار به نسبت EP5 دبیش بیشتر هستش و حجم بیشتری بهتون آب میده، سرعت آب دادنش بیشتر هستش. بعد از پمپ میاد روی سرپمپ دستگاه. معمولا اگر دقت بکنید توی بعضی مدل ها روی پمپ هم یه قطعه اون پشت هست، اگه تو ویدیو مشخص باشه که بیارم بیرون، یه قطعه مثل این هم روی بعضی پمپ ها هست که از پمپ در مقابل سوختن محافظت میکنه. اگر به هر دلیلی دمای پمپ بالا بره، این قطعه ترموفیوز تغذیه پمپ رو قطع میکنه و از سوختن پمپ جلوگیری میکنه. این پمپ ها اگر بیشتر از 2-3 دقیقه بدون آب کار بکنه، دماش به شدت بالا میره و احتمال سوختنش خیلی زیاد میشه. خب بعد از پمپ میایم سمت چپ دستگاه به این صورت. خب این سرپمپ دستگاهی که اصلا حالا بهش میگن سرپمپ، بستگی به مدلش میتونه ممکنه شکل‌های مختلفی داشته باشه. تو این مدل یه شکل بسیار ساده سرپمپ استفاده شده. توی برخی مدل ها، حالا نمونه شو همونطور که میبینید، من چند نمونه شو اینجا بهتون نشون بدم. این پمپ هستش و این سرپمپ. بسیار به مدل های مختلف ممکنه این ماژول سرپمپ متفاوت باشه. مثلا این یه مدل هست با این شکل هم میبینیم هستش، با این شکل هم توی دلونگی استفاده شده که بستگی به مهندسی که شده، معماری که داره، ممکنه هر کدوم از این قطعات رو استفاده بکنه. و اینکه این مدل باشه یا نداشته باشه یا ساده باشه، روی عملکرد دستگاه هیچ تأثیری نداره. معمولا اگر از اینجور سرپمپ استفاده بشه شیربرقی نداره. اگر اینجوری باشه با شیربرقی اون فشار و برگشت رو مدیریت میکنه. خروجی پمپ میاد داخل این شیربرقی. خود این شیربرقی حالت سراحی داره که با توجه به فرمان بورد تصمیم گرفته میشه که از طریق این بویلر بره برای اصاره‌گیری یا اینکه بره داخل بویلر دومی و برای آب جوش و بخار. توی این مدل
سه تا شیربرقی هست، یه دونه شیربرقی که صراحی ورودی اصلی هست. این شیربرقی همین کاری که این قطعه انجام میده رو انجام میده، زمانی که خاموش باشه اجازه نمیده که بخار بویلر برگرده توی پمپ، یا حالت قطع کن داره. اگر هم این ور فشار زیاد باشه یا مسیر مسدود باشه، از طریق این مسیر و این شیر آبو برمیگردونه با شیلنگ توی سینی چکه گیر، که این طراحی جزء مزایای این مدل هستش. با این کاری که اینجا انجام داده، سرعت اصاریگیری بیشتر میشه، عمر دستگاه به مراتب بیشتر میشه نسبت به مدل هایی که از این قطعه استفاده میکنن و این بخش رو ندارن، چون بلافاصله بعد از اینکه شما استوب کردین، سریع این شیربرقی مسیر رو مسدود میکنه، آب اضافه هم از این شیلنگ برمیگردونه، شما بلافاصله بعدش میتونید اصاریگیری بکنید. اگر هم تایم بگیرین، معمولا کاپوچینوی که با این مدل دستگاه میگیرین زمانش کوتاهتر هست تا مدل هایی که این سیستم رو ندارن، که حالا سعی میکنم یه ویدیو کنارم دیگه براتون بگیرم که تفاوتش رو کاملا ببینید. تو این مدل باز دو تا بویلر هست. تو مدل های اتوماتیک دلونگی معمولا دو تا بویلر استفاده میشه، یه بویلر مخصوص اصاره‌گیری و قهوه هست، این پایینیه. بالایی میبینیم به صورت نعلیه بویلر مخصوص بخار و فوم شیر هست، که اگر تو ویدیو مشخص باشه این بویلر مخصوص اصاریگیری و قهوه، بویلر بالایی که حالت نعلی داره مخصوص بخار و کاپوچینو و فوم شیر و شیر داغ و یه همچی برنامه از این بویلر بالایی استفاده میشه. سیستم کنترل دما و مدیریت دما کاملا دیجیتالی هست. این سنسور دماشه، همونطور که میبینین یه دونه دقیقا شبیه اینم روی این بویلر هست، و از طریق این سنسور NTC دمای بویلر رو شناسایی میکنه و بورد فرمانهای لازم رو صادر میکنه. سوالای زیادی هم در رابطه با سیستم مدیریت دما پرسیده بودن دوستان. بله، توی این مدل دستگاه ها از سیستم PID استفاده میشه. تو سیستم های PID element، فرمان element به یک الگوریتم خاصی دستورات داده میشه، مثل رله نیستش، با تریاک بورد فرمان. خب شیر برقیش هم اینجا خدمتون توضیح دادم. این شیر برقی بالایی هم باز دوباره سرایی هستش، این دوتا کار رو انجام میده، هم مسیر خروجی آب جوش و بخار رو کنترل میکنه، هم اگر شما از دستگاه آب جوش گرفتین، بخار گرفتین و استوب کردین، خب طبیعتا یه مقدار فشار و بخار اضافه روی این بویلر میمونه. این شیربرقی فشار مازاد رو با این شیلنگ از بالا برمیگردونه روی سینی چکه گیر. یعنی که اینجا میبینیم بزرگه آسانسور دستگاه هست، تقریبا بزرگ یه حالت آسانسوری بالا پایین میشه. یه قطعه داره به اسم یونیت دمکن، یونیت دمکن روی این بخش سوار میشه، به کمک این موتور اون یونیت بالا پایین میشه و اصاریگیری این قسمت بالا انجام میشه و قدرت لازم برای پرس کردن پودر قهوه و اصاریگیری توسط این موتور تامین میشه، که با یه تسمه این پایین اگر دقت بکنید نیرو رو منتقل میکنه به سمت یونیت دمکن و مکانیزم خاص خودش. خب این سمت هم فراموش نکردم بهتون بگم، معمولا آسیاب های این مدل با موتور AC رو اندازی میشه. سنگشون سنگ مدل حالت مخروطی داره. مخروطی نسبت به سرامیکی تفاوتش اینه که طول عمر بالاتری داره، فولاد از جنس فولاد هست، طول عمر بالاتری داره و آسیاب خوبی انجام میده، خیلی خوب میتونه ریزش بکنه. اما نقطه ضعفش اینه که در مقابل آب و رطوبت بسیار حساس و آسیب پذیره. اما خب سنگ های آسیاب سرامیکی در مقابل حتی اگه آب هم روش ریخته بشه به این آسونی از بین نمیرن، آسیب نمیبینن، زنگ نمیزنه، اما خب شکننده هست. اما فولادی اینجوری نیست، فولادی به هیچ عنوان شکننده نیستش. روی خود اون مخروطه زیرش یه حالت کلاج مانند داره، اگر به هر دلیلی به دستگاه فشار بیاد و نتونه آسیاب بکنه، اون کلاچ ها عمل میکنن و از فشار اومدن به موتور یا شکستن چرخدنده ها جلوگیری میکنه، که این قابلیت رو
توی مدل های سرامیکی به ندرت ازش استفاده شده. بردش هم این سمت هست، من دیگه باز نکردم این بخش رو. یه برد خاصی اینجا داره که با یه کابل فلت وصل میشه به LCD دستگاه. بستگی به نوع و مدل دستگاه ممکنه این برد اصلیش توی هم بیشتر مدل ها شبیه هم باشه، اما دیسپلیشون متفاوت باشه. حالا ممکنه دیسپلیش لمسی باشه. خب با تا حدودی با دستگاه آشنا شدیم. اگر موردی هم من فراموش کردم یا براتون سوالی پیش اومد، میتونید از طریق شماره هایی که توی همین ویدیو هستش به صورت دایرکت یا کامنت یا از طریق واتساپ با ما در میون بذارید تا همکارا بهتون توضیح بدن. قبلا در رابطه با راه اندازی و استفاده این دستگاه یه ویدیو تو پیج و کانالمون گذاشتیم. تو این ویدیو هم فقط به صورت مختصر و کوتاه یه اشاره بهش میکنیم که تا حدودی با این قضیه هم آشنا بشید. زمانی که دستگاه رو روشن بکنید، اول وجود آب رو چک میکنه. بویلرهایی که این سمت بهت نشون دادم رو پر آب میکنه، بعد هیتینگ آب میشه که دما رو ببره بالا که بویلر یه دفعه بدون آب کار نکنه. اگه دستگاه نتونه آبگیری بکنه و داخل قسمت بویلر آبی وارد نشه، خطا میده و هیچ وقت المنت تو مدار نمیاد. اگر هم با این پیغام توی دستگاهتون روبرو شدید، نگران نشید. این پیغام رسوب زدایی هستش و جای نگرانی نیستش و دستگاه داره بهتون میگه که نیاز به جرمگیری و دایش هم زیاد کار پیچیده ای نیست. من به صورت مختصر بهتون توضیح میدم. برای انجام دادن برنامه رسوب زدایی لازم اول محلول مناسب دستگاه رو تهیه بکنید. توی فروشگاه خودمون 6 نو 7 نو رسوب زدای ایتالیایی مخصوص دلونگی موجود هست، به صورت 300 میل، به صورت نیم لیتری، 200 میل، 100 میل و حجم های مختلف رو میتونید اونجا ببینید و انتخاب بکنید. اما خب پیشنهادی ما از نظر کارایی یونیورسال دلونگی هست. این برند برای 300 میل برای 5 بار میتونید ازش استفاده بکنید. تقریبا هر 150 200 تا اساری گیری که انجام بدید ممکنه با این پیغام روبرو بشین که در مجموع یکی از اینا برای یک سالتون کافی هستش. توصیه ما اینه که هر دو ماه سه ماه یک بار، حتی اگر پیغام هم نداده بود، یه بار اصاری جرمگیری رو حتما خودتون انجام بدین تا رسوب توی دستگاهتون تلمبار نشه. چون رسوب زدایی و جرمگیری یه عامل بازدارنده هستش. شما وقتی که دستگاهتون رسوب زدایی میکنید، احتمال خراب شدن یا مسدود شدن مسیرها به حداقل میرسه. اما اگر مسیر دستگاه مسدود شد و رسوب گرفت، دیگه نمیتونیم با اطمینان بگیم که با رسوب زدایی یا با محلول مشکل دستگاهتون برطرف میشه یا نمیشه. برای شروع رسوب زدایی اول باید مخزن رو میارید بیرون. اگر فیلتر روی دستگاه نصب باشه، معمولا اینجا نصب میشه. اگر فیلتر روی دستگاه بود، فیلتر رو باید بیارید بیرون و یک پنجم از محلول یونیورسال رو بهش اضافه کنید. باید حالا چون این داخلش آب داره، شما اول یک پنجم محلول رو میریزید داخل مخزن و انقدر آب میریزید تا برسه به نقطه B. همونطور که توی ویدیو مشخصه، تا B آب و محلولتون باید تا B باشه. خب من قبلا داخلش آب ریختم و میام محلولم هم بهش اضافه میکنم. بهتر محلول قبل از استفاده یه بار تکون بدید تا یک دست بشه. یک شاتش قبلا استفاده شده، یه شاتش رو من میخوام برای این دستگاه، همونطور که دیدیم پیغام رسوب زدایی داده بود، میخوام برای این دستگاه استفاده بکنم. یک پنجم به این صورت اضافه میکنیم. درش رو ببندیم بذاریم برای دفعه بعد. خب همونطور که میبینید الان آب و محلولی که توی دستگاه توی مخزن هست دقیقا تا بی. حالا مخزن رو میذارم سر جاش به این صورت. بهتره دوتا لیوان به این صورت هم زیر دستگاه قرار بدیم که
آبی که از دستگاه خارج میشه رو راحت‌تر بتونیم مدیریت بکنیم. خب پیغام دیسکی رو داریم با هم میبینیم. برای شروع رسوب زدایی باید بیام تو قسمت منو، رنج و گزینه دیسکیل. من یه بار دیگه میام، یه بار اینو فشار میدی، اومد دیسکیل، اوکی رو فشار میدم، میگه تایید میکنید برنامه رسوب زدایی رو، میگم بله. در وهله اول میگه که سینی چکگی رو چک بکنید که حتما خالی باشه، که خالی هستش، حتما باید این کار رو انجام بدید. بعد به امون میگه که محلول رسوب زداتون رو توی مخزن بریزید، که ما قبلا این کار رو انجام دادیم. تایید و برنامه رسوب زدایی شروع میشه. ممکنه 30 تا 40 دقیقه این فرایند، این برنامه زمان طول بکشه. توی این مدت حواستون باشه که اگر لیوان ها پر شد سریع خالی بکنید. بعد از حدود 30 تا 40 دقیقه با این پیغام روبرو میشیم که به این معنی هستش مرحله رسوب زدایی به اتمام رسیده، مرحله آبکشی هستش. توی این مرحله باید مخزن رو بیارید بیرون، باقی مونده محلول رو خالی بکنید، بشورید با آب تمیز تا ماکسیموم پر آب بکنید تا مرحله آبکشی انجام بشه. به این صورت مخزن رو میشورید با آب تمیز تا ماکسیموم یا خط دوم پر آب میکنید و سر جای خودش قرار میدید، که پیغامش هم همونطور که میدید زده رینزینگ یا آبکشی. برای تایید اوکی رو فشار بدید. مرحله آبکشی هم ممکنه 5 تا 10 دقیقه طول بکشه. تو این بازه زمانی باید سریع لیوان ها اگه پر شد خالی بکنید. فعالیت انجام شده، حالا مخزن رو مجدداً پر آب بکنید. این مخزن رو دوباره با آب پر میکنم و به این صورت سر جای خودش قرار میدم. ممکنه یه مرحله آبکشی اضافه هم ازتون بخواد، که باز دوباره اوکی رو فشار میدم تا آبکشی دوم رو هم برات انجام بدم و پیغام رنزینگ کمپلت پرس اوکی تایید نهایی برنامه رسوب زدایی هستش، که با اوکی و پر کردن مخزن میتونید از دستتون استفاده بکنید. و همونطور که میبینید هیتینگ آب پلیز وید وقتی اومد، دستگاه در حال گرم شدن هست و میتونید از دستگاهتون استفاده بکنید. سعی کنید هر موقع با پیغام دیسکیل مواجه شدید بلافاصله برنامه رسوب زدایی رو اجرا بکنید، نذارید بمونه. همینطوریش هم معمولا پیغام رسوب زدایی رو دیر میده با توجه به آبی که توی کشور هستش. آب تهران حتی سختیش خیلی زیاد هستش، آهک زیادی داره. به موقع رسوب زدایش انجام بدین، دستگاهتون کمتر به مشکل فنی برخورد میکنه. اگه در رابطه با تهیه محلول های مختلف این برند، این مدل یا انجام برنامه رسوب زدایی و تعمیر براتون سوالی پیش اومد، میتونید از طریق کامنت یا به صورت دایرکت با شماره هایی که تو ویدیو هست با ما در میون بذارید تا راهنماییتون بکنیم. ممنون که با ما همراه بودید.